با سلام گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت، در قسمت دوم برنامه هستیم. قسمت اول به دلیل پخش دیویدی که از عباس حجت‌بنا تهیه کرده بود از جریان پاکی و مسئله مریضی یک هموطن خیلی ما رو تحت تاثیر قرار داد. بر ترتیب لایفز گوز آن، زندگی به بالاخره مسیر خودش رو طی میکنه.
همینجوری که در قسمت اول برنامه ملاحظه کردین، مهمان عزیزی دارم به نام آزاده رؤوفی که یک پیانیست بسیار حرفه‌ایه. کاری هم که شنیدین یکی از رسیتالاش بود که قطعه‌ای خیلی خیلی حرفه‌ای زده بود که ما به علت محدودیت وقت یه دونه انتخاب کردیم که دیدین قبل برنامه هم یک نکتون شوپن خیلی خوب اجرا کرد. حالا باز بریم باشه گفتگو کنیم. من می‌خواستم که آزاده جان باز ازت تشکر کنم با تمام وقتت امروز اومدی به استودیو. یکی از مسائلی که من دیدم یه رزومه دادی دست من که از آیووا رفتی لیسانس گرفتی، فوق لیسانس گرفتی، رفتی تگزاس برای پی اچ دی، بعد اومدی تو یو اس سی که یه دانشگاه بسیار بسیار سطح بالایی در آمریکا و به خصوص میوزیک یو اس سی خیلی بالاتر از UCL است، به خاطر UCL بیشتر بچه ها اتوموزیکولوژ میشن ولی تو USC برای پرفورم میرن و آهنگسازی خیلی دانشگاه معتبریه. ولی در کنار تمام این عنوان ها و این آمارهایی که ما میدیم، میخواستم که یک سوالی بکنم راجع به تدریس. بسیاری از این پدر مادرها یا افرادی که ساز پیانوم چه ساز خیلی پاپیلاریه و همیشه اول میرن طرف پیانوی بعد گیتار یا وایلن، چرا بعضی ها میگن که ما استعداد نداشتیم و نتونستیم پیانو رو ادامه بدیم؟ آیا شما فکر نمی کنین که به خاطر اون استاکتور، یعنی به خاطر اون معلمه یا استادیه که با اونا کار میکنه؟ ممکنه یا به خاطر کلان طرز فکر خانواده باشه. یکی از متدهایی که من روش تدریسایی که درس خوندم سوزوکیه که اولین کلاس که به معلم ها میدن every child can، یعنی هر کسی میتونه این کار بکنه. برای یک کسی بیشتر طول میکشه، برای یک کسی سختره، یکی ممکنه هیچ وقت به اون لول ادوانس نرسه، ولی هر کسی میتونه. یه چیز خیلی اولا این ترینینگ باید خیلی با همه کار بشه، با شاگردا، یعنی این فقط نوت نیست که جلوت بذاری بزنی، باید از طریق گوش ترین بشی. اگه اونطوری باشه هر کسی میتونه بزنه و بستگی داره چه سنی شروع کنن. بعضی ممکنه تکنیکی مشکل داشته باشن ولی هر کسی میتونه. اگر کسی بخواد که شما بهش درس بدین، چون شما در لس آنجلس مقیم هستین، چجوری میتونه با شما تماس بگیره؟ هم ایمیل میتونه بزنه، هم به سلفونم میتونه تلفنتون رو یواش بگین. حتما 319-424-821، کدش 319 چون از آیووا دارمش. همه فکر میکنن چون 319 310 اشتباه 310 میگیرن، it's 319. ولی میتونن شما رو روی گوگل کنن؟ بله بله، تمام چیزهای شکار. بله، یا آزی رؤوفی، آزاده رؤوفی اگه بزنن هم میاد اسمم. بعد میشه من یه کاری از شما گوش دادم، کار اسکالاتی زده بودین با ساز هارپسیکورد، خیلی زیبا بود. ولی فرصت نمیشه، من خیلی دوستشم اونو نشون بدیم، ولی بیشتر قطعه های کلاسیک و یکی از ویژگی هاش اینه که بتونیم